به نام حضرت دوست که هرچه داریم از اوست. سلام علیکم یاران جان، همراهان گرام تلویزیون جهانی هادی که امشب هم لطف کردید بیننده برنامه به وقت بیداری از این تلویزیون جهانی هستید. جرو صحتمند باشین و هر جای از این کره خاکی که زندگی میکنید و این برنامه رو مشاهده میکنید، در مسیر بندگی خداوند کامیابی و سربلندی و سرافرازی در مسیر راهتان بروید انشاءالله. در خدمت شما بزرگواران هستیم. یک شنبه شب دیگر فرا رسید و با حضور ارزشمند جناب استاد موسوی عزیز، مبحث حقوق خانواده از منظر امام سجاد علیه السلام پی میگیریم. سلام علیکم استاد، بسیار خوش آمدید. و علیک السلام، محضر شما و همه بینندگان عزیز عرض درود و سلام و ادب داریم در خدمت شما. تشکر استاد عزیز که دوباره فرصتی به برنامه خودتان دادین. شما رو در برنامه زیارت میکنیم. بنده به نیابت از عزیزان تشکر میکنیم، به خاطری که مبحث حقوق خانواده از منظر امام سجاد علیه السلام بسیار مورد استقبال واقع شده. الحمدلله. از بازخوردهایی که در اجتماع و در فضای مجازی بنده به همکاران گرفتیم، بسیار مبحث سازنده، مفید و جذاب بوده. امشب هم در ادامه مبحث در خدمت شما هستیم، مخصوصا بخش هایی که از حقوق متقابل بین همسران در خانواده صحبت میشه. در واقع با عنایت ویژه‌ای که حضرت امام سجاد علیه السلام در رساله حقوقشان دارند به این مطلب که بسیار هم مهم هست. بله. و شاید اگر بسیار از روانشناسان ما، روانشناسان اسلامی ما به این مبحث به رساله حقوق مراجعه کنند، خیلی راحت تر مسائل حل خواهد شد. انشاءالله. در خدمت شما هستیم استاد، در ادامه بحث. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اعداء الله اجمعین من الان الی لقاء یوم الدین. همونطوری که فرمودین، خب بحث در رابطه با حقوق متقابل زن شوهر از نگاه امام سجاد علیه السلام بر اساس رساله شریفه حقوق امام سجاد علیه السلام بود. من یک نکته رو خدمت بینندگان عزیز عرض بکنم. در جلسات قبل ما حقوق زن بر شوهر بر مرد رو توضیح دادیم از نگاه امام سجاد علیه السلام که خیلی زیاد بود. اونا رو توضیح دادیم، بیان کردیم، مفصلا ذکر کردیم. در این جلسه مثل جلسه قبل حقوق شوهر بر زن رو بیان خواهیم کرد. یک وقتی تصور نشود که ما از مردان مثلا طرفداری کردیم و فقط هرچه حقی که مرد بر زن دارد رو ذکر میکنیم و از حق زن بر مرد چیزی نمیگیم. این حقوقی که ما بیان میکنیم متقابله. فقط به خاطر این که بحث شسترفته تر باشد، روایاتی که در رابطه با حقوق مردان آمده است در همین ذیل که امام سجاد علیه السلام میگه و این کان حق که علیها اعظم، اگرچه که حق توی شوهر بر زن خیلی بزرگ هست، در ذیل همین کلمه امام سجاد علیه السلام حقوق شوهر را از حقوق همسر و زن ما به صورت جداگانه ذکر میکنیم. اگر خواستن مجموع این دو حقوق را، حقوق زن بر مرد و مرد بر زن رو ببینن، خب تو جلسات قبل بیان شده و در فضای مجازی موجوده. بله. اونا رو انشاءالله نگاه کنم و در خود رساله امام سجاد علیه السلام هم مذکور هست و در دسترس انشاءالله. انشاءالله. در خدمت شما هستیم. فرمودید فضای مجازی جا داره که من به راه‌های ارتباطی که در فضای مجازی وجود داره هم اشاره بکنم. بله بفرمایید. شما خواهیم بود. شما از آن می توانید مباحث قبلی که استاد محترم جناب حاج آقای موسوی در این برنامه حضور داشتند و در مورد حقوق خانواده از منظر امام سجاد علیه السلام بر پایه رساله شریفه حقوق حضرت در واقع بیان فرمودند رو از طریق آپارات فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب با سرچ موضوعی برنامه دریافت کنید. بسیار موضوعات جذاب و آموزنده هست. حتما خودتان، خانواده محترم نگاه بفرمایید و به دیگر عزیزانی که دوست دارن این قبیل برنامه ها را هم پیشنهاد بتین تا همراهی کننده برنامه های تلویزیون جهانی هادی در فضای مجازی هم باشن. در خدمت شما هستیم جناب استاد، بفرمایید. انشاءالله. خدمت شما عرض کنم که یکی از حقوق شوهر بر زن که در رساله حقوق بهش پرداخته شده فرمود حسن مصاحبت و حسن معاشرت.
این موارد و مصادیق متعددی دارد و من به بینندگان عزیز عرض میکنم بسیاری از اختلافات و بگومگوهایی که بین زن و شوهر به وجود میاد به خاطر عدم توجه به همین حقوقیه که امام سجاد علیه السلام و ائمه علیهم السلام در کلمات نورانیشون بیان کردن و حیف است که ما این همه ذخایر عظیم برای بهتر زندگی کردن رو در اختیار داریم اما ازش بی بهره ایم، استفاده نمی کنیم. امام علیه السلام می فرماید یکی از نکاتی که زنان می توانند قلب شوهرشون رو تسخیر بکنند و شوهرشون رو جذب خودش بکنه، جذب در کانون گرم خانواده بکنند، این است که مدارا کند با شوهرش، مهربانی بکند، دلسوزی بکند نسبت به شوهرش. مردها فقط ظاهرشون بزرگ شده، به تعبیر یک از روانشناسان همون بچه های عرض کنم چندین سال پیشن، لذا احتیاج به مدارا دارن، احتیاج به دلسوزی دارن، احتیاج به ملاطفت دارن، احتیاج به این داره که همسرش درک بکنه. این مردی که مثلا خسته و مانده و کفته و زله تازه از سر کار آمده داخل خانه پناه آورده به کانون گرم خانوادهش، زن باید این توانمندی و هنرمندی رو داشته باشد که با خوشرفتاری و خوشرویی زمینه یک مصاحبت و صحبت و نشست صمیمی و عاشقانه رو فراهم بکنه، یک گفتمان که لبریز از آرامش و عشق و صفا باشه و اتفاقا یک خوشگذرانی دو طرفه هست. بله خب نگاه کنید، این وقتی که میاد از خسته از بیرون میاد مرد میگه ساعت اول دوم سوم چهارم رو خلاص هیچی نگیم به این مرد، نه که ازم در وارد شد تمام خواسته ها یاد این زن بود از صبح لیست کرده، خب اینا رو که باید بگیری، امروز که نگرفتی از سر تقصیراتت میگذره، ولی فردا حتما باید اینا رو بگیری. بعد یک سری هم باید حتما به خانه پدر و مادرم بزنیم، بعد روز عیدم که تو نبردی ما رو یا مثلا فلان لباس رو نخریدی، شروع کنه انتقادها رو، بعد گرانی هایی که تو جامعه هست همه رو هم بیاره رو سر این مرد آوار کنه، خب چی میمونه برای بنده خدا که خسته و کفته اومده؟ خب در عوض میگه این کارا رو نکن، تو روایت ما میگه مدارا کن باش. الان واقعا زندگی ها سخت شده با توجه به این وضعیت اقتصادی که پیش اومده در کل جهان، مردم به سختی مردهای بیچاره به تعبیر ما میتوانند از عهده هزینه های سنگین، خرج و مخارج سنگین زندگی بر بیان. اینا از صبح رفته تا شب حالا هر شغلی که داره رفته کار کرده، حامد حالا درکش کنیم، مهربانی را به اونا هدیه کنیم. البته از اون طرف هم هست، مرد باید حتما درک کنه خانواده از صبح تا شب زن در داخل خانه خانداری کرده، سختی هایی داشته که قبلا اینا رو توضیح دادیم. ما در این زمینه خدمتتون عرض بکنم که الگوهای خیلی زیبایی هم در تاریخ اسلام داریم. بله استاد، قبل از اینکه الگوی تاریخ اسلام رو، من یک الگوی بسیار نو و جدید خدمت عزیزان تعریف کنم، بسیار کوتاه است. من شب قبل با یک از دوستانم در جرمنی با هم چت میکردیم از طریق فضای مجازی و ازش گلایه کردم که چرا تو هیچ پیامی نمیتی، هیچ بالاخره اطلاعاتی از خودت به ما نمیتی که حالت چطور است اینا. گفت اینجا یا کار هست یا خانواده، فضای مجازی زیاد استفاده نمیشه. من سر کار هستم، از سر کار که برگشتم به خانه با فرزندم با همسرم اوقات ما میگذارم و در فضای مجازی زیاد سر نمی کنیم. و جالب بود که در اروپا در کشور پیشرفته مانند جرمنی چنین رفتاری از یک فردی که بالاخره مهاجر هست و اونجا داره زندگی میکنه بسیار عالی بود، به نظر من بسیار خیلی خوب زیباست. و همنشینی و هم صحبت شدن و مصاحبت نیکو که در کلام امام سجاد علیه السلام هست که حضرت فرمود که وجب ان یحسن مصاحبت نعمت الله. بله. ببینید واقعا همین خارجی ها رو میگن که در بسیاری از امور اخلاقی دارن از ما پیشی میگیرن، در عمل به روایات از ما دارن سبقت میگیرن، تا جایی همین سخن داره محقق میشه. گرچه که خانواده های مقید و مذهبی در کشورهای اسلامی هم زیادن و اینا هم میتوانند الگو باشه، اون الگویی که من میخواستم عرض بکنم از شخصی است که در صدر اسلام زندگی میکرده، یک شخصیت برجسته به نام ابو ایوب انصاری که این زیاد در تاریخ اسلام اسمش شنیدین. خب یک شخصیت بزرگواریه. ابو ایوب انصاری یک معرفی کوچیک هم داشته باشه. احسنت، ما چون میخوایم از این الگو برداری بکنیم در حد همین که ما کلیاتی از زندگی این شخص بدانیم بد نیست. ایشون
یکی از صحابی بزرگ پیامبر اسلام، از جمله کسانی است که با پیامبر اسلام اول بیعت میکنن از اهل مدینه که اگر تو مثلا به شهر مدینه بیای، به پیامبر اسلام عرض میکنن ما تا آخرین قطره خون ازت محافظت میکنیم و در نشر اسلام کمکت میکنیم. این از جمله اون افراد 70 نفری که در عقبه ثانی با پیامبر اسلام بیعت میکنه. بعد پیامبر اسلام هم وقتی وارد مدینه میشه میاد خانه همین فرد ساکن میشه. کاری نداریم، حالا جریاناتی دارد تا زمانی که مسجد ساخته میشه و خلاصه این فرد در کنار پیامبر هست، جزء صحابی برتر پیامبر اسلام، بعد از پیامبر اسلام در کنار آقا امیرالمومنین هست، در تمام غزوات و جنگ ها یکی از صحابی و یاران خاص امیرالمومنین، تا در سال 52 هجری که پیرمرد شده اون زمان و رحلت میکنه. این مرد با این سابقه درخشان یه همسری داره. استاد، عزیزان اتاق فرمان اشاره میکنن که میامبر بسیار کوتاه آمده کردن. بعد از این بیوگرافی که فرمودید از ابو ایوب انصاری، اصل ماجرا رو بگذاریم برای بخش بعد. در خدمت شما هستیم. با ما همچنان همراه باشید. به وقت بیداری، حقوق خانواده از منظر امام سجاد علیه السلام. دستگلی از ادب و احترام تقدیم یکایک شما بزرگواران، شما همراهان رسانه جهانی هادی. نمبر مثبت 964-780-255-4013 در اختیار شما هست. سوالات خودتان در مورد موضوع برنامه حتما با ما به اشتراک بگذارید. تشکر میکنیم از همکاران بسیار عزیزمان. حدیث بسیار زیبا از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم در مورد حقوق متقابل همسران در خانواده. جناب استاد موسوی عزیز بفرمایید. مزدورید، ببخشید من عذرخواهی میکنم از بینندگان عزیزی که قسمت قبل رو هم داشتن مشاهده میکردن. خب حرف ما به جایی نرسید و وقت تمام شد. صحبت در این بود که شخصیت بزرگوار در صدر اسلام به نام ابو ایوب انصاری زندگی میکرده، همسر شایسته و مؤمنه ای داشتن. ایشون در حال سفر بودن و وقتی از سفر برمیگردن، اتفاقا همون روزی که ایشون وارد شهر میشوند، همون روز یک فرزند 3 ساله‌ای داشته از دنیا میره. عجب. ما میخوایم بگیم ببینید مدارا و درک همسر تا چی اندازه بین شاگردان پیامبر اسلام و افرادی که مستقیم تحت تربیت وحی قرار گرفته بوده اند چقدر زیاد بوده و چقدر زیبا زندگی خودشون رو مدیریت میکرده. میگن این آقا وقتی وارد شهر شد و خلاصه همسرش فهمید که شوهرش یعنی ابو ایوب انصاری آمده، با اینی که عزادار بود، نشسته بود بالا سر میت و پسرش داشت گریه میکرد، تا فهمید که شوهرش میخواد وارد شود سریع این میت رو جمع کرد، به افرادی که دوربر بود سفارش کرد که هیچ کسی اظهار نکنه، چون شوهرش خسته چند مدتی مثلا از خانه دور بوده، تازه میخواد وارد بر خانه شود، با این صحنه غم انگیز مواجه نشه. هیچی نگفت، پذیرایی کرد از همسرش و همسر خودش رو عرض کنم تا جایی که میتوانست مورد ملاطفت و نوازش قرار داد. چقدر سخت است؟ بله، هیچی به روی خودش نیاورد تا سحر اون شب. سحر اون شب که ابو ایوب انصاری داشت برای نماز میرفت به مسجد که با پیامبر اسلام نماز جماعت رو بخواند، رو کرد به ابو ایوب انصاری و گفت که اگر کسی امانتی دست شما داشته باشد و بعد بیاد به دنبال اون امانت رو مطالبه بکند، شما چی میکنید؟ آیا و امانت رو پس میدید یا نه پس نمیدید؟ ابو ایوب گفت خب قطعا پس میدیم، به خاطر که مال مردممون باید پس بدیم. گفت اگر امانت رو پس دادی به صاحبش و برد، ناراحت نمیشی؟ اظهار ناراحتی نمی کنی؟ گفت نه، چه ناراحتی، تازه خوشحال میشم که امانتش رو سالم تحویل دادم.
گفت حالا خدا هم یک امانت دست ما داشته که 3 سال دست ما امانت بوده و امروز امانت خودش رو از دست ما گرفته. گفت منظور چیه؟ گفت منظورم اینه که همون بچه 3 ساله که داشتیم از دنیا رفته، برو نمازت رو بخون، بعد از نماز بیا که خاک سپاری فرزندمون رو انجام بدی. ببینید این زن مؤمنه چقدر با تقواست که جلوی تمام احساسات خودش رو گرفته تا مبادا همسرش آزرده خاطر بشه. وای به حال زنایی که الان به خاطر یک کفشی، به خاطر نمیدونم یک هدیه تولدی که او شوهرش بیچاره یادش رفته بود. بله. خیلی وقتا مردا مشغله هایی داره اینا یادش میره. چون مرد اینا اصلا برای خودش مهم تلقی نمیکنه. میگه آقا مهم برای ما، خانم مهم برای ما اینه که ما بریم خرجتون رو در بیاریم، زندگی آرامش بخش داشته باشه. اصلا فکر نمیکنه به این مسائل ریز. گرچه که سر جای خودش اینا مهم هستا، چون زن کانون عاطفه است و عواطف زن رو اینا میتونه عرض کنم خدمتون ارضا بکنه و لازمه در زندگی. کاری نداریم. این بعدی خدا ابو ایوب انصاری رفت مسجد و نماز رو وقت خواندن با پیامبر اسلام به پیامبر این جریان رو عرض کرد که من فرزندم از دنیا رفته، اما دیروز از دنیا رفته بودی، همسرم به خاطر اینکه من ناراحت نشم هیچی به من نگفته و امروز روز خاکسپاری این فرزند مایه. پیامبر اسلام فرمود که بارک الله فی لیلتک یا ابو ایوب، یعنی اون شب گذشته مبارک باد، پربرکت باد. این جمله رو ابو ایوب شنید، شاید معنیش نمیفهمید و شاید هم متوجه شد. بعدها معنای این جمله پیامبر معلوم شد که همسر ابو ایوب انصاری این رفتار رو که داشته، همون شب خداوند متعال به ابو ایوب انصاری فرزندی داده و بعدن از صالحین شد این فرزند. پیامبر برش دعا کرده بود. ببینید یک رفتار شایسته از یک زن مؤمنه اونقدر باستاب دارد که مثل یک جریان بزرگ در تاریخ اسلام این ثبت شده. بله. در تمام کتاب‌های تاریخی شما زندگی اصحاب پیامبر رو وقتی می‌خونید به جریان که الان اشاره کردیم می‌رسید. خب خانواده‌های محترم، بانوان گرامی، ما هم یک ذره یاد بگیریم. خیال نکنیم که عرض کنم که مهارت‌های زندگی همون‌هایی است که این روانشناسایی که از شرق و غرب مثلا جملات رو یاد گرفتند و با قالب‌های زیبا برای ما عرضه می‌کنه همینایی. نه، ببین اون زن در 1400 سال قبل زندگی میکرده، اما آدم زندگی میکرده، انسان زندگی میکرده، مؤمن و مسلمان زندگی میکرده. این یکی از حقوق مرد بر زنه. یکی دیگر از حقوق اخلاقی مرد بر زن این است که زنان خانه صبر و شکیبایی و تحمل خودشون رو بالا ببرن. هیچ وقتی در هیچ صورتی همسر خودشون رو بین دیگران و مخصوصا در جمعی که همه آشنایان مورد تمسخر و تحقیر و استهزاء قرار نده، یا شوخی های بی جایی که سبب میشه راه برای دیگران باز شود، فتح الباب بشود برای دیگران که دیگران هم ورود پیدا بکند و شخصیت این مرد رو که مدیر این خانواده است رو زیر پا بگذارن و لگدمال بکنه، از این امور پرهیز بکند. مخصوصا این که توصیه شده، سفارش شده کاری نکند که همسرش رو با مقایسه با دیگران خرد بکنه. این مقایسه کردن 3 تا ضرر داره، من میخوام فقط سریع اشاره کنم. بله. اولین ضررش اینه که القا میکند به دیگران که این زن فلان مردی رو که با همسرش داره مقایسه میکنه، همسرش رو با او مقایسه میکنه و او رو برتر میداند، او رو از همسرش بیشتر میخواد. این واقعا در ذهن مردم میاد، این خیلی باید مواظب باشید. بعضی از خانم ها میگه حالا ما یک بار مثلا اینجوری گفتیم که تو مثلا زندگی تو قبل از باجناق شروع کردی، ببین او الان هم ماشین داره، هم خانه داره، هم باغ داره، ویلا داره، زندگی داره، اما تو چی داری؟ این مرد از او بر شده، از او زمان شده زهرمار با ما، هر روز با ما جنگ و دعوا داره. خب میدونی چقدر حرف بدیه؟ تو توجه نداری. برای مرد خیلی سنگینه که القا کنی به او که من مثلا فلان شخص را از تو بیشتر میخوام، بیشتر دوست دارم. دومین ضرری که دارد اینه که اعلام میکنه به دیگران که من از زندگی با این مرد رضایتی ندارم. این زندگی ما زندگی است که بر اساس رضایت پیش نمیره، ناراضیم من از این زندگی. همه بعد اون وقت برای خود جرأت میده که در این زندگی دخالت کنه.
پدر و مادر این زن که راحت دخالت میکنه، خواهر و برادرش دخالت میکنه، عمو عمه‌ها گاه وقت دخالت میکنه. چرا؟ چون دیگه اعلام نارضایتی کرده از این زندگی و این بسیار خطر بالفعل فراوانی برای این زندگی داره، خطری که قطعا متوجه این زندگی خواهد شد. این دو تا ضرره که ما در مقایسه کردن میبینیم. یک ضرر دیگری که دارد اینه که یک احساس ضعف و سرخوردگی متوجه خود مرد میشه. این مرد احساس حقارت میکنه، احساس میکنه که نمیتواند زندگی که مورد انتظار همسرش باشد رو فراهم کنه، چون تا حالا هر چی که تلاش کرده اصلا به دید این زن نمیاد. گاهی وقتا می زنا یک قضایای کلی هم استفاده میکنه، مثلا هیچ وقت نشد تو مثل فلانی باشی، یک بار نشد تو مثل فلانی برای ما هدیه بخری، او برای زنش خریده، یک بار نشد ما رو مثلا ببری سفر مثلا دورتری فلان کشوری، مثلا یک کربلایی، یک حج، یک زیارت. بابا اینا ضرر داره برای زندگی، سبب خشم و عصبانیت و ناراحتی و آزار همسرتون میشه. اینا رو باید ما در زندگی سعی کنیم رعایت بکنیم که اگر ما به این سبک زندگی بکنیم میشه سبک زندگی اسلامی. رعایت های لازم رو در این عرض کنم مهارت های زندگی اسلامی داشته باشید. استاد فقط یک نکته، من سعی کردم ساکت باشم تا فرمایشات شما تمام شود. شاید و حتما اینطوری هست که با امنیت ترین مکان برای یک همسر کنار همسرش بودن است. قطعا. و در واقع ما نباید این امنیت و این آرامش و این امن بودن از هر گونه آفتی را در جای دیگه دنبالش بکردیم. و در واقع در یک جمع، شاید از هفته قبل که برنامه حضرت عالی اینجا تمام شد، فرمایشات شما رو ما شنیدیم، ما در جای دیگری مطالب مطرح کردم. احسن. و بسیار هم مورد استقبال واقع شد در یک جمع خانوادگی، بسیار هم صمیمی. شاید گوشه های از این کنایه ها از این صحبت های منفی در جمع بود که با این فرمایشات در حد چند جمله باعث شد که تاثیر بگیرند و خانواده ها و همسران به همدیگر احترام گذاشتن. بعد فرمود که مواظب باشید از هر نوع کاری که موجبات خشم اعضای خانواده رو فراهم میکنه و سبب عرض کنم که ناراحتی میشه، آزار خانواده میشه، افراد خانواده، مخصوصا مرد. فرمود به زن دستور اسلام اینه که پرهیز کنید، مبادا موجبات خشم همسرتون رو فراهم کنید. در مورد زن هم این صدق میکنه، ما قبلا بس کردیم، مخصوصا در رابطه با مرد، که این خودش یک باب دیگری است و یک عنوان دیگری است که اگر ما به این بپردازیم و برسیم ان شاء الله امشب، نکات بسیار زیبا و جذابی داره. من نمیدونم چند دقیقه دیگه وقت ما حدودن، یک دقیقه دیگه تا میام برنامه وقت داریم. در این زمینه پس ببینید، این یک سلسله روایات رو من یادداشت کردم، اصخا هم از محضرتم. بله بفهم. که فرمودن این کسی که الان سکاندار این خانواده و این واحد کوچک اجتماعی است، این مرد، این نیازی به تایید شدن از طرف همسر خودش و زن خودش داره. اگر ببینه این سر هر قضیه جزئی، سر هر کار جزئی عصبانی میکنه، کل کیان خانواده به هم میریزه. من یک روایتی رو دیدم خیلی زیباست، فقط همین اشاره کنم، بعد انشالله ادامه بحث رو خدمتون در بخش بعدی خواهیم بود. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، خب این چراغ هدایته. یک روزی نشسته بود، جمع از بانوان ظاهرا حضور داشت. پیامبر خطاب کردن که من شنیدم بعضی ها به خاطر تصدق و صدقه دادن ترش رویی میکنه با همسرانشون، برین تصدق کنین حتی اگر شده از زیورالاتتون، چرا که اکثریت شما ها اهل جهنم. یعنی چی؟ یک زنی گفت یا رسول الله، ما این همه زحمت میکشیم، فرزند پروری میکنیم، شیر میدیم، جمع میکنیم، تربیت میکنیم، بزرگ میکنیم، خانداری میکنیم، باز ما اهل جهنمیم. حضرت فرمود نگرفتی مطلب ما رو. منظور ما اینه که به صرف این که تو خانداری میکنی و زحمت میکشی، به صرف اینها راه بهش برای تو باز نمیشه. راه بهش برای شماها بازه، به شرط این که به مجموعه دین عمل کنید. این جمله حضرت مورد نظر بنده. فرمود اگر زنی طوری در زندگی خودش رفتار بکند که همسر خودش رو به خشم نیاورد و اهل نماز باشد، قطعا اهل بهشته. چقدر این روایت زیباست. یعنی زنی که به عبادات شخصی خودش میرسه، در خانواده هم خوش برخورد و خوش اخلاق و خوش روی، این اهل بهشته. بسیار تشکر است.
سلامت باشید. در ادامه در خدمت شما خواهیم بود. در خدمت. با ما همچنان همراه باشید عزیزان بیننده، به وقت بیداری را مشاهده میکنید. اعتبار تو به حضورت نیست، دور هم که باشیم باز دوست داشتنی ترین هستیم. آیا بهشتی که میگویند جایی به غیر از کنار تو بودن است؟ تقدیم درود و احترام مجدد محضر یکایی که شما بزرگواران، تشکر میکنیم از همکاران پرتلاشمان. حدیث بسیار زیبا از امیر مومنان علیه السلام باز هم مرتبط با موضوع برنامه. در فضای مجازی ما رو دنبال کنید، در بخش اول اعلام کردیم، باز هم در این بخش مجدداً اعلام میکنیم که از طریق آپارات، فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب میتوانید به این برنامه دسترسی پیدا کنید. برنامه های قبل هم قابل دسترس خواهد بود. جناب استاد در خدمت شما هستیم. یک بیت شعری یادم آمد، من نوشته کردم: یا مشکل ارسال پیام از دل ما بود یا منبع گیرنده قلب تو خراب است. گاهی اوقات بین همسران مشکلاتی پیش می آید که واقعا این مشکلات مشکل نیست، گاهی اوقات در فهم و قطعاً در درک هم دیگر است و گاهی وقتا واقعا مشکل هست و این مشکلات را هم به خاطر رعایت نکردن یک سلسله مسائل ریز اخلاقی خودمون ایجاد میکنیم. بله. به خاطر همین این برنامه در واقع در نظر گرفته شده و ما سعی بر این داریم که بهانه باشیم بر این که زندگی آرامش بخشتری رو همه ماها در سایه قرآن و فرامین اهل بیت عصمت و طهارت تجربه بکنیم. بله. یکی از نکاتی که عرض کردم سبب میشه زنان دل شوهر خودش رو تسخیر بکنه، اینه که یاد بگیرن چگونه رفتار کنن تا موجبات خشم و ناراحتی رو در خانه به وجود نیاره. این خیلی مهمه، چرا که اگر کسی این نکات رعایت نکند هم در زندگی دنیا ضربه میخوره و ضرر میکند و هم آخرتش رو برباد داده. در یک حدیث شریف از امام صادق علیه السلام نقل است که خداوند متعال نماز سه گروه را یا سه نفر را قبول نمیکنه. یکی اون خدمتکاری که قول داده به این فرد خدمت بکنه و این فرد هزینه هایی رو متحمل شده به خاطر داشتن اون خدمتکار، یک مرتبه بدقولی کنه، زیر حرفاش بزنه و فرار کنه بره، خدا نماز او رو نمیپذیرد، قبول نمیکند مگر اینکه برگردد و به عهدش وفا کند، دست تسلیم به دست عرض کنم خدمتون که مولای خودش بگذارد و عرض کنم ارباب خودش رو راضی کنه از خودش. دوم، زنی که همسر خودش رو بیدلیل خشمگین کنه، تا زمانی که رضایت همسر رو به دست نیاورده تا اون زمان خداوند نماز رو قبول نمیکنه. شاید بگین آقا پس ما اصلا ازدواج نمیکنیم. عزیزم ازدواج بکن اما درست زندگی کن. اینایی که ما میگیم روی سخن ما با یک زن مسلمانه، نه با یک زن لائیکی که 24 ساعت حواسش به اینه، تمام هم غمش اینه که چجوری خود نمایی کنه. زن مسلمانی که مسلمان زندگی کرده ضرر نکرده، ما هم که بر همین طریقه زندگی کردیم ضرر نکردیم، شما هم ضرر نمی کنید. فرمود زن می تواند این مرد رو مثل موم در دست خودش داشته باشه به شرط این که دلش رو به دست بیاره. منظور اینه که دل همسرت به دست بیار، خشمگینش نکن. اگر خشمگین کردی برو رضایت جلب کن. یکی میفرماید نماز قبول نیست، نه اینکه تو کافر شدی، خدا این نمازی رو که تو میخوانی دوست نداره، خدا اون نمازی رو دوست داره که با عشق و محبت با شوهرت
بلند شدی دوتایی رفتین مسجد، جماعت شرکت کردی، خواندی، این چقدر صفا داره. یا با همدیگه شما میخواستی نماز بخونی، شوهرت سجده پهن کرده، مهر گذاشته، با کل نوازش شما رو آماده کرده که نماز بخونی. خیلی زیباست، خیلی قشنگه. داریم تو خانواده ها که مرد وقتی نماز میخونه، سه نفر از خانواده سه تا سجده پهن میکنه. بابا هنوز وضو نگرفته، خانومش هنوز وضو نگرفته، میگه اشکال نداره، میان منتظر میشه تا بیان نمازشون رو با هم بخونن. خیلی قشنگه، تاثیرگذار هست. این نماز رو خدا قبول میکنه و این نماز خدا دوست داره. یکی دیگر از کسانی که خدا فرمود نمازش قبول نمیکنه، پیشوایان ظالمیه که با تحمیل زور و قدرت بر مردم ظلم میکنه و حکومت میکنه. کار به این نداریم. امام کاظم علیه السلام هفتمین امام شیعه است و کلمات بسیار بسیار با ارزشی از حضرت برای همین مسئله ارتباط بین زن و شوهر در نظام خانواده رسیده. از حضرت سوال کردن که یا ابن رسول الله، اگر زنی مهارت زندگی خوبی بلد نباشه، شوهرش رو ناراحت بکنه، بیازارد، سبب رنجش خاطر و غم و غصه شوهرش باشه، این زن رو ما شنیدیم از امام صادق که نمازش قبول نیست، این نمازش چه حالی داره، خودش در چه حالیه؟ ببین طرف قبلا حدیث از امام صادق شنیده، از امام کاظم میپرسه. حضرت فرمود که این پیوسته در حال معصیت خداست، مگر اینکه همسر خودش رو راضی بکنه. شما رو به خدا برید ببینید، اون این همه تأکیدی که در روایات ما در این فرمایشات اهل بیت در رابطه با بهتر زندگی کردن وجود داره، در کجای دیگه، در کدوم دین یا در کدوم مذهب دیگه پیدا میشه؟ خب ما اگر به این عمل کنیم، ما قطعاً به نفع ما هست. تا اینی که بخوایم خدایی نکرده بریم سراغ، عرض کنم خدمتون که، تندخویی و بدرفتاری و نهایتاً طلاق. طلاق پاک کردن صورت مسئله. مرد اون کسی که زندگی که حالا یک مقداری ضربه دیده به خاطر رعایت نکردن مسائل اخلاقی، اینو درست بکنه. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در همین زمینه یک جمله ای رو فرمودن. فرمود والذی بعثنی بالحق نبیا، سوگند به خدایی که من رو به حق و صدق پیامبر قرار داده، هنگامی که مرد بر زن خودش خشم میگیره و این زن او رو بیدلیل خشمناک کرده، مرد ناراحت کرده، همون زمان خدا هم بر این زن خشم میگیره. یعنی چی؟ یعنی این زن خانه باید بدونه که ناراحت کردن بی دلیل این شوهر چوب خدا رو به دنبال داره، خشم خدا رو به دنبال داره. کسی رو که خدا بر او خشم بگیره مورد عذاب قرار میگیره. بله. اینا رو عرض میکنیم تا یک مدار دقت کنیم، یک مدار رعایت کنیم. بعد امام صادق علیه السلام فرمود که از رحمت خدا به دور است اون زنی که همسر خودش رو بی جهت بیازارد و او رو غمگین کند، غصه دار بکند. خوشبخت اون زنیه که همسر خودش رو شاد، سرحال و دور از غم و غصه نگه داره، با او اینجوری یک تعامل داشته باشه. شاید خیال کنید که اینا دعاییه که ما برای شما میخوانیم، اینا واقعیت زندگیه. برید نگاه کنید در زندگی های افراد موفق، افراد خوشبختند که زن خوش اخلاق و سازگاری داره، خود آقا هم رعایت میکنه، زندگی خوبی دارن، آخرت خوبی هم دارن. برید نگاه کنید. امام صادق علیه السلام میفرماید آقا این خوشبختی و خوشحالی و رشد و سعادت یک چیزی نیست که ما فقط آرزویش بکنیم، اینا ساختنیه، این مواد اولیش دست خود شماست. یا علی بگو تا حالا اگر الفاظ بد استفاده میکردین، تا حالا اگر مهر و محبت نبوده یا اظهار عشق و علاقه نبوده، از الان شروع کنیم. این همه پیشوایان دینی ما نسبت به این قضیه تاکید داره، چرا نباید ما بهش گوش کنیم؟ چرا نباید ما ازش بهره ببریم؟ اینم یک حدودا 3 دقیقه ما وقت داریم و می‌خوایم در این 3 دقیقه بزرگوارید من خیلی خلاصه عرض می‌کنم. یکی دیگر از حقوقی که مرد بر زن داره که در حقیقت نظام خانواده کلاً بر این حق مبتنی هست، مسئله خانه‌داری زنه، خدمت زن در خانه است. امام کاظم علیه السلام این حدیث رو فرمود که جهاد المرأه حسن التبعول، امام کاظم فرمود. این حدیث از امام صادق نقل شده، این حدیث از پیامبر اسلام نقل شده، در کتاب شریف کافی آمده، در من لا یحضر الفقی، در 4 جا آمده. این حدیث بسیار حدیث مهمیه. البته یک سری حجمه ها و حمله های هم به این حدیث توسط افراد
بی سواد و بی درک شده که یعنی چی جهاد زن خوب شوهرداری کردنه، یعنی اگر زن اصلا شوهر نداشت دیگه جهاد نداره، اگر داشت و خوب شوهرداری نکرد جهاد نداره. بابا اینا از نفهمی حدیثه. حدیث شریف میفرماید، حالا ما در تفسیر حدیث کلامی را از امیرالمومنین علیه السلام نقل میکنیم، امیرالمومنین فرمود که فرض الله الجهاد علی المرأه علی الرجل و المرأه. متن حدیث من نوشتم، تعبیر حضرت اینه که جهاد رو خداوند بر مرد و زن نوشته و واجب کرده. جهاد مرد بذل ماله و نفسه فی سبیل الله حتی یقتل فی سبیل الله. جهاد مرد اینه که مال خودش در راه خدا بدهد، جان خودش رو بده تا زمانی که شهید بشه در راه خدا. این کار آسانیه؟ خیلی کار سختیه. برگردن مردها واجبه. جهاد المرأه ان تصبر علی ما ترى من اذی زوجها و غیرته. جهاد زن اینه که صبور باشد در سختی هایی که از ناحیه زندگی مشترک و همسر بر او میرسه و تحمیل میشه، و همچنین صبور باشد در رابطه با غیرت ورزی همسرش. این مسئله خانه‌داری بحث مفصلیه، من احساس میکنم شاید نرسیم به این بحث که انشالله اگر بشه ما جلسات بعد این فواید خدمت عاشقانه در خانه رو برای این عزیزان ذکر میکنم، گرچه که کما بیش هممون میدانیم، اما ما رفتیم روایات رو نگاه کردیم، احصا کردیم. مثلا یکی از روایات اینه که خیلی خلاصه میگم که وقتم تمام میشه، میفرماید که اگر زنی یک پیاله ای را از این جوهر میداره مثلا میشوره، خداوند برای همین کار برای او ثواب یک مجاهد رو میبخشه. انشالله ادامه بس در جلسات آینده. بسیار تشکر. گوش ما به چیزهای آشنا کردید که دلمان قبلا آشنا بود ولی فراموش کرده بودیم. بسیار تشکر. انشالله که برنامه های بعد هم حضرت عالی را در این جایگاه زیارت کنیم. انشالله در خدمت باشیم. از شما عزیزان هم تشکر میکنیم. وقت برنامه رو به پایان هست. امیدوار هستیم که در برنامه های بعد هم نگاه مهربان شما با ما همراه باشد. تا برنامه بعد به دیدارتان مشتاق و به دعایتان محتاجیم.